بینندگان عزیز سیمای آزادی، سلام بر همه شما. در آغاز ماه دوم اعتصاب غذای مجاهدین اشرف هستیم. شعله پایداری و مقاومت که از قلب مجاهدین اشرف و 36 گروگان اونها و همچنین حامیان اونها در سراسر جهان زبونه میکشه، بی تردید که وجدانهای آگاه بشری رو هر روز بیدارتر میکنه و اونها رو به حمایت خودشون برمیانگیزونه. یکی از اعتصاب غذا کنندگان در شهر اشرف آقای سعید فاتح هستند که 6.5 سال رو در زندانهای شاه خائن به سر بردند. ازشون درخواست کردیم که خواسته های اعتصاب غذا کنندگان در اشرف رو یک بار برامون توضیح بدن. بفرمایید. بله، با سلام به همیهنان و حامیان عزیزمون در چهار گوشه جهان. خواسته های ما که تا به حال پشت اون ایستادیم و تا پای جان هم روی اون پافشاری داریم، یکی از که 36 گروگانمون رو که بعد از آزادی از یه دادگاه، یعنی دادگاه اعلام کرد که اینا هیچ جرم و خطایی مرتکب نشدن و همچنان در شنگال مالکی اسیر هستن، اینا به سرعت آزاد بشن. دوم این است که نیروهای سرکوبگر عراقی از اشرف خارج بشن. سوم این است که آمریکا طبق ماده 45 کنوانسیون 4 ژنو اینجا رو مسئولیت اشرف رو به عهده بگیره تا وقتی که یک نیروی بین المللی از طرف سازمان ملل عهده‌دار اشرف بشه. و پنجم این است که وکلای ما که تا به حال یه 7-8 ماه گذشته نتونستن به اشرف وارد بشن، به اینجا بیان، از نزدیک ما رو ببینن و پیگیر خواسته هامون بشن. اون چیزی که مهمه این است که ما طی این مدت ثابت کردیم، هم از جهت حامیان پافشرده ما در چهار گوشه جهان و هم اینکه خود اشرفی ها تا به حال ثابت کردن که برای اینکه به حقوق حقه خودشون برسن و برای اینکه به خواسته هاشون جامعه عمل بپشونن، تا پای جان و برای جان می ایستن، خواهند ایستاد و این رو ما مجددن هم ثابت خواهیم کرد. موفق و پیروز باشیم. همونطوری که مطلع هستین، روز گذشته وضعیت عمومی تعدادی از اعتصاب غذا کنندگان در اشرف رو به وخامت گذاشت و در بیمارستان اشرف بستری شدند. مقاومت ایران هم طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مسئولیت بروز یک فاجعه انسانی دیگه در اشرف به عهده مقامات عراقیه. علی‌رغم این و علی‌رغم تمام توصیه‌هایی که پزشکان اینجا به اعتصاب غذا کنندگان کردند که حتی به طور موقت هم که شده اعتصاب غذای خودشون رو بشکنن تا حالشون کمی بهتر بشه، ولی اعتصابیون اعلام کردن که مطلقاً حاضر به این کار نیستن و هر کدوم از اونها به محض مرخص شدن از بیمارستان مجدداً به محل اعتصاب غذا میان و اعلام کردن که تا پای جان پای اعتصاب غذاشون هستن تا خواسته هاشون محقق بشه. ما اینجا اعتصاب غذا کردیم که یکی از خواسته های اصلی ما آزادی 36 تن از گروگانایی هستش که توسط مزدوران عراقی ربوده شدن و اخیراً دادگاه خالص هم حکم آزادی اونا رو صادر کرده، ولی حکومت عراق به واسطه توطئه‌های رژیم خمینی کارشکنی میکنه و آزادشون نمیکنه، ولی ما تا پای جونمون هستیم که برادرانمون آزاد بشن و به سایر خواستهامون نیز برسیم. در اینجا همه دغدغه‌مون اینه که بتونیم صدای اعتصاب غذا کنندگان اشرف رو هر چه رساتر منعکس کنیم. در واقع اعتصاب غذا کنندگان در اشرف سلاحی بجز اعتصاب غذا ندارند که بتونن با اون خواسته هاشون رو بیان کنند، صدایی که به خاطر محاصره ظالمانه‌ای که به اونها تحمیل شده اونطور که باید و شاید امکان انعکاس نداره. Thank you.
واقعا جا داره که از همینجا از تمامی اعتصاب غذا کنندگان و تحسن کنندگان در چهار گوشه دنیا تقدیر کنیم که صدا و ندای اشرف رو در اونجا منعکس میکنند.